بالاتر ادامه بدیم. بحث که داریم ما برنامه شماره 76 هستش از سری برنامه های بهداشت برای همه، بخش دوم از بحث کنترل فکر و شستشوی مغزی. تو برنامه که برنامه قبلی که من خدمتتون ارائه دادم یه مقدمه گفتم از اینکه شستشوی مغزی یا کنترل فکر معنیش چی هستش و چه ابعادی رو در بر میگیره. توضیح دادم که وقتی که فکر انسان رو بشه کنترل کرد و احساساتش رو بشه کنترل کرد و برنامه ریخت، در واقع این مفهوم شستشوی مغزی یا کنترل فکر شکل میگیره. تا حدود خیلی زیادی ناشناخته بوده این مفهوم برای علم و در طی چند دهه گذشته علم در حال تحقیق هست که مشخص بشه که نحوه تاثیرگذاری انسان بر ذهن انسان دیگه به چه شیوهی اتفاق میفته و مکانیزماش چی هستش. در برنامه قبلی اهمیت پرداختن به این موضوع رو در واقع من بهش اشاره کردم، هم در بُعد فردی و هم در بُعد اجتماعی و سیاسی. توضیح دادم که آدم‌ها به هر صورت ارتباط میگیرن با هم دیگه و تأثیر میذارن رو هم دیگه و ذهن هم دیگه رو تغییر میدن و کنترل میکنن. در واقع ما همه ما به نوعی تاثیرگذاری داریم در ذهن هم دیگه و ذهن هم دیگه رو کنترل میکنیم، رفتارهای هم دیگه رو کنترل میکنیم. مهم این هستش که این تاثیر و تأثیری که آدم‌ها رو هم دیگه میذارن از کجا تبدیل به یه تاثیر و تأثیر بیمارگونه میشه و بر ضد صلاح انسان چه فرد و چه جامعه عمل میکنه. یعنی خب پدر مادر تاثیر میذارن رو بچه‌شون، کودک هم حتی رو پدر مادر تاثیر میذاره و رفتارها اینا رو تنظیم میکنه، تو همه سطوح دوست به دوست تاثیر میذاره و رفتارش رو تنظیم میکنه. در صورت این تاثیر و تأثیری که آدم ها میذارن روی همدیگه در واقع جزی از تعریف خود بشر هست، خود انسان هست. انسان با تکامل سیستم های ارتباطی که داره زبان، بیان، احساسات و اندیشه های خودش رو به دیگری منتقل میکنه و تأثیر میذاره. اون چی که ما صحبت میکنیم در واقع روی ابعاد بیمارگونه این هست. در عرصه سیاسی هم همونطور که گفتیم متاسفانه پایه تمام فرقه ها، تمام جوامع بسته همین تاثیرگذاری فرد، ایدئولوژی، مذهب و اون شخصیت ویژه شده روی انسان هایی که دنبال روش هستن و این خیلی دردناک تونسته در دوران معاصر باعث بشه که بشریت عقب بیفته و خونریزی‌های وسیع با نام عقاید، مذاهب و شخصیت‌ها که از جامعه عروج پیدا میکنن و تبدیل به بت میشن همه ما شاهدش هستیم. جامعه ما چه درس فردی و چه درس اجتماعی و سیاسی باید درک بهتری پیدا بکنه از این مسئله شستشوی مغزی و کنترل افکار و چگونه اتفاق میفته و هر چقدر ما بیشتر بدونیم طبیعتاً بیشتر میتونیم به نفع خودمون و به نفع زندگی و سعادت فردی و اجتماعی خودمون به اصطلاح جامعه رو تغییر بدیم و خودمون رو تغییر بدیم. از این مقدمه که بگذریم، بحثی که امروز من بیشتر میخواستم بکنم اون بودیه که مسئله شستشوی مغزی و کنترل افکار همسایشه، یعنی بود بیماری های روانی. طبعا اون کسایی که خودشون بیماری روانی هستن یا بودن و یا دوستان و عزیزانی داشتن که دچار بیماری روانی بودن این رو شنیدن که بیمار روانی هم ممکنه که در دوره‌ای فکر بکنه که افکارش کنترل میشه، بعضی وقتا توسط دستگاه‌های کنترل میشه، بعضی وقتا دولت‌ها دارن ذهن اون فرد رو کنترل میکنن، بعضی وقتا از طریق تلویزیون یا رادیو تحت کنترل هستش و متقابلا هم حتی از طریق تلویزیون و کنترل رادیو بعضی وقتا این افراد میتونن تماس پیدا کنن. این ذهنیتیه که این افراد پیدا میکنن. خب این بیماری در واقع یکی از علائم مهم بیماری های سایکوتیک هستش و بالاخص بیماری اسکیزوفرنی. در نتیجه این مفهوم کنترل فکر در بیماران روانی هم اتفاق میفته و یکی از علائم مهم بیماری روانی و سایکوز ها هسته یا پریشان فکری هایی که
خیلی هم سخت هستن و طولانی مدت زندگی افراد رو از بین میبرن. برای اینکه بتونیم این قسمت رو جدا کنیم از اون بحثی که جلسه قبل داشتیم که بحث کنترل افکار و شستشوی مغزی در آدمای سالم هستش، من این مقداری اینجا سعی میکنم که مسئله رو توی بیماری اسکیزوفرنی و بیماری که دچار سایکوز هستن بیشتر باز کنم. چه چیزی هستش که در مغز انسان در واقع عمل میکنه و ما همیشه به طور دائم متوجه میشیم که رفتار ما، بدن ما، صدای ما، افکار ما، احساسات ما مال خود ماست. خوب دقت بکنید، چیزی که خیلی به نظر ساده میاد چه سیستم پیچیده در مغز باید کار بکنه که ما به طور دائم بتونیم خودمونو از محیطمون تشخیص بدیم. و اینکه افکار، احساسات، حتی فضای فیزیکی بدنی ما متعلق به خود ما هست، یک کار خیلی طولانی و نه طولانی، خیلی پیچیده ای لازم داره که در مغز اتفاق بیفته که وقتی من دست خودم رو میبینم متوجه بشم دست خودمه، یا وقتی صدای خودم رو میشنوم بدونم صدای خودمه، مثلا صدای کس دیگه نیست، یا فکر خودم رو بتونم از فکر دیگری تشخیص بدم. اینکه من دارم الان فکر میکنم و این فکر منه، فکر دیگری نیست. چیزی که به نظر خیلی ساده میاد در واقع مجموعه بسیار پیچیده‌ای در مغز باید مرتب لحظه به لحظه و آن به آن در واقع کار بکنه تا ما بتونیم خودمون رو از محیطمون تشخیص بدیم. خب چجوری این دانش یواش یواش روش کرد و الان در واقع ما در نیمه راه این هستیم که بفهمیم مغز چجوری این کار انجام میده. یکی از ابزارهای مهمی که تو دانش کمک کرده برای این که ما متوجه بشیم چه سیستم هایی از مغز هستش که درگیر میشه و فعال میشه برای این که ما بتونیم خودمون رو تشخیص بدیم به عنوان واحد بیولوژیک و فکری و احساسی، بیمارای هستن که دچار ضربه‌های مغزی، آسیب‌های مثل سکته مغزی میشن و بعضی وقتا این افراد این توانایی رو از دست میدن. یعنی فردی که سکته مغزی میکنه ناگهان به پزشکش میگه آقا این دست چپ، این دستی که قرار دست چپ من باشه این دست یه آدم دیگه است، دست من نی دیگه، اون دست رو جز از خودش نمیدونه و این به اصطلاح بهش میگن الین هند سیندروم، که در واقع شروع مقدمه به بحث دانش مغز هست در مورد اینکه فرد چجوری خودش رو از محیطش تشخیص میده و مالکیت وجودی، احساسی و فکری خودش رو میتونه به طور دائم تثبیت کنه. خب وقتی که این بیماریه که سکته مغزی میکنن و چنین علائمی پیدا میکنن، دستشون، پاشون مال خودشون نیست، فکر میکنن دیگه صداشون صدای خودشون نیست و غیره، یا بیماری که ضربه مغزی پیدا میکنن، وقتی اینا رو تحقیق کردن متوجه شدن که یه جاهای معینی از مغز اینا وقتی خراب میشه دیگه اینا توانایی این کار ساده‌ای که به نظر ما ساده میاد نداره. یعنی دست مال خودشون نیست، پا مال خودشون نیست، یه جای بدنشون در واقع اساسا محو میشه تو ذهنشون. خب به طور مشخص قسمت داخلی لوب فرونتال مغز، قسمت لوب پاریتال مغز، قسمت لوب اکسیپیتال مغز، این مناطق سگانه عالیه مغز در واقع ظاهرن توی ایجاد این درک از خود و جداسازی به اصطلاح خود از محیط، اینا به طور مرتب باید کار بکنن. همینطور مخچه که قبلا تا 20 سال پیش 30 سال پیش فکر میشد که یک ارگانی که فقط تعادل فیزیکی رو و هنگام راه رفتن یا انجام اعمال که ما لازم داریم مکانیکی در واقع کنترل میکنه، حالا مشخص شده که جزی از سیستم بسیار پیچیده تر شناختی و احساسی هستش که به یه نوعی در کنترل مدل سازی احساسی و شناختی ما موثره. همه این قسمت هایی که ما در مغز توضیح دادیم، یعنی لوب فرونتال، پاریتال، اوکسیپیتال، از قسمت قدام مغز تا قسمت خلف مغز، اینا هر کدوم کارهای معینی رو برای تشخیص
و تثبیت هویت فرد و جداسازی فرد از محیطش باید انجام بدن به طور دائم، از بُعد فیزیکی فرد گرفته که من اینجا قرار دارم با محیطم چه مرز فیزیکی دارم، تا بُعد احساسی که این احساسات مال منه که در ذهن منه. الان اگه من خشمگینم خوشحالم، منم که خشمگین و خوشحالم و دیگری نیست، و مرز رو بتونه بسازه و همینطور افکار. وقتی اینا به هم بخوره، وقتی که این نظام، این سازمان سیستم عصبی مغز به هم بخوره، مغز ممکنه که نتونه تشخیص بده که چه چیزی مربوط به فرده، به خوده، و چه چیزی مربوط به خود نیست. این درهم آمیزی دنیای درونی و بیرونی یه توهمی رو میسازه که اون توهم تو بیماری اسکیزوفرنی به اصطلاح دیده میشه و اینا در واقع متوجه نیستن که افکارشون مال خودشونه یا احساساتشون مال خودشونه یا اعمالشون مال خودشونه. فکر میکنن که اینا نهایتاً توسط خارج از خود اینا تولید میشه و یا اینا تحت تأثیرش قرار میگیرن. اما یه سیستم دیگه ای هم هستش که باید توی همین سیستم جدا کردن محیط از خود به طور مرتب فعال باشه. مغز ما از طریق حواس ما مرتب به صلاح بمبارون میشه، یعنی بمباران صدا، بمباران تصویری و حرارتی، لمسی و غیره. خب همه این حواسی که وارد مغز ما میشن، اگه قرار بشه که به سطوح عالی مغز وارد بشن، خب به فرد در واقع تمرکز فکری و احساسی خودش از دست میده. در اینجا مغز برای اینکه بتونه به صلاح اون قسمت‌های عالیه مغز بتونن فعالیت بکنن، لازم داره که فیلتر بشه. یعنی یه فیلتری وجود داره تو مغز که به صلاح این بمباران احساسی که از بیرون حواس ما وارد مغز میشه اینا رو فیلتر کنه و اینا رو پایین بیاره، ترشولدشون رو قبلا تحلیلش کنه و بعد وارد قسمت‌های عالیه مغز بشن. اگه این بمباران حسی و حواسی مغز هم تخریب بشه، فرد دچار سایکوز میشه و نمیتونه حقیقت رو از غیر حقیقت جدا بکنه. در بیمارای اسکیزوفرنی متاسفانه این مشکل هم وجود داره، یعنی اینا در واقع دچار احساساتی میشن که این احساسات و حواس در واقع وجود خارجی نداره، صدایی رو میشنون که وجود نداره. بسیاری از این بیمارا در واقع مکالمات درونی که انسان با خودش داره اینها رو به شکل صدا میشنون و فکر میکنن که این صدا از بیرون فرده که با اینا داره حرف میزنه. خب آدمی که دچار این تناقضا و کشمکش های بین واقعیت و غیر واقعیت هست، برای اینکه بتونه دنیای خودش رو توجیه کنه، یکی از شکلاش اینه که بگه خب این یه کسای دیگه هستن که این فکر رو میکنن، اونا هستن که دارن منو کنترل میکنن. بعضی وقتا میگن خب یه دستگاهی تو مغز ما هست، بعضی میگن که خب این از مریخ و از جاهای دیگه هستن که منو دارن کنترل میکنن و کسی متوجه نیست. اینا همه در واقع شکلایی هستش که بروزایی هستش که بیمارای روانی به روانپزشک مراجعه میکنن و همه اینا مدعی هستن که ذهنشون تحت کنترل هست. بحثی که ما شروع کردیم از این گونه بحث نیست و در واقع جزی از بیماری های روانی ما نمیخوایم بحثش بکنیم، ولی خود بیماری های روانی هم همینطور که گفتم خیلی وقتا به این شکل ظاهر میشه، به شکل سایکوز ها و روانپریشی ها. اما کنار همین بحث، بحث دیگه هم هستش که مربوطه هم به بیماری های روانی هستش هم به افراد سالم، و اون مفهوم تلقین پذیریه که در واقع مفهوم بسیار مهمی هستش که یکی از عوامل و ریسک هایی هستش که چجوری یه فرد یا یه جامعه‌ای تحت تلقین یه رهبر نارسیسیست، یه رهبر خودمحور قرار میگیره و اراده خودش رو تفویض میکنه به اون رهبر. ویژگی تلقین پذیری یکی از اون موضوعاتی هستش که توسط دانش روانپزشکی در حال تحقیق هست. ریشه های مختلف داره، شکست هایی که تو دوران کودکی آدم ها متوجهش میشن و برخورد بهش میکنن و این آدم ها سلف استیم و یا اعتماد به نفسشون رو دست میدن، در نتیجه مرتب باید گوش بدن به این اون که
این اون بتونن برای اونا تصمیم بگیرن. بعضی وقتا این تبدیل میشه به اختلالات شخصیت، مثل اختلال شخصیت دیپندنت یا وابسته، که فرد تو اون اختلال شخصیت نمیتونه هیچ چیزی تصمیم برای خودش بگیره و منتظره که دیگران براش تصمیم بگیرن. تو دنیایی که ساخته در واقع آدم تصمیم گیرنده نیست، آدم دنبال روه. اینا یکی از اون در واقع این ویژگی ها، یکی از اون ویژگی های هستش که بحث تلقین پذیری رو ایجاد میکنه. بیماری هایی که اختلال اتچمنت رو به وجود میان که عمدتاً ریشه تو دوره کودکی داره، کودکی که نتونسته استقلال عاطفی خودش رو به دست بیاره، نتونسته اون اندازه عاطفه رو جذب بکنه و بتونه منعکس بکنه و روی پای خودش از جهت روانی قرار بگیره، ممکنه که تلقین پذیر بمونه. و این تلقین پذیری وقتی که آدم بزرگ میشه تو اشکال مختلف خودش رو ظاهر کنه. تو عرصه اجتماعی هم همینطوره. جامعه تلقین پذیر داریم ما، جامعه که مذهب، خرافات، عقب افتادگی ها و ناتوانی های تاریخی در واقع توش ریشه داره، سنت شده. این بهش از آخوند محلش گفته که خدا تعیین تکلیف میکنه برای تو و نماینده خدا منم که دارم برای تعیین تکلیف میکنم. از بچگی اینو بشنو و بزرگ بشه. جبرگرایی که در واقع ریشش همون اعتقاد به این هستش که من سرنوشتم دست خودم نیست، اینها در واقع زمینهای فرهنگیشه، زمینهای طبقاتی و اجتماعی هم داره. اینکه جامعه و انسانی که نتونه سرنوشت خودش از جهت اقتصادی تامین کنه و وابسته بشه به فروش نیروی کارش، خب اینا در واقع هی سلب شدنه، این کنده شدن و الینه شدن و از خود بیگانه شدن از خوده. وقتی که این اتفاق بیفته خب دیگری میاد جاشو پر میکنه. اگه من نتونم تعیین سرنوشت برای خودم کنم، لاجرم سرنوشتمو به دیگری میسپارم. یعنی این دیگه امر طبیعیه. در نتیجه تو عرصه اجتماعی و سیاسی هم مفهومی به نام مفهوم تلقین پذیری وجود داره. به چشم و گوش و ذهنم و عاطفه‌مون رو به این بدیم که یه حقایقی بیاد تو تلویزیون بگه مردم من میام از آسمون نجاتتون میدم، امام زمانی بسازیم که بریم توی چاه دعا کنیم که اون بیاد ما رو نجات بده و دنبال جامعه، دنبال نجات بخش بگرده به جای اینکه به خودش برگرده و اون توان و اون انرژی و اون اراده‌ای که ازش سلب شده اونو بازپس بگیره. به هر صورت این پروسه تلقین پذیری از عرصه فردی تا عرصه اجتماعی و سیاسی تداوم داره. این هم یک زمینه‌ای هستش که مسئله مفهوم کنترل فکر رو و کنترل احساسات و کنترل رفتار رو چه به شکل بیمارگونه در فرد و یا در جامعه در واقع زمینه سازی میکنه. من امروز روی این دوتا بحث متمرکز کردم که اینا بازم زمینه ها و مقدمه های برای بحث بزرگتر کنترل فکر تو عرصه اجتماع و نگاهی به تحقیقاتی که شده در مورد مفهوم فرقه ها و تأثیری که به اصطلاح رهبری معظمه، همین چیزی که تو جمهوری اسلامی به عنوان اساس نظام جمهوری اسلامی استواره، یعنی ولی فقیه، چجوری این تئوری کنترل فکر و کنترل زندگی، چجوری این فرقه سازی رو در واقع ما تو جامعه دیدیم و متاسفانه نکبت شرایط کنونی چند نسل جامعه ایران رو تباه کرده. ما برای اینکه بتونیم جامعه‌ای بسازیم و انسانی بسازیم که به خودش متکی باشه، باید بدونیم که این انسان چجوری ممکنه که ملعبه بشه و فکرش و ذهنش و عاطفه‌اش ازش گرفته بشه و مغزش دیگه مال خودش نباشه، فکرش مال خودش نباشه، بسیجی بشه که حاضر بشه بره رو میدون مین برای اینکه آخوند سر کوچه‌اش گفته که اگه بری برات اونجا تو بهشت سودشو میبری، زندگیش از این دنیا ازش دریغ بشه، در مقابلش یه اوهام و توهماتی رو بپذیره. و این در واقع یکی از مصیبت‌های جامعه پیش مدرن. در مورد فرد هم همینطوره. آدمی که میره توی جمع دوستاش و دوستاش بهش میگن که تو باید مثل ما باشی و رفتار ما رو انجام بدی
و فرهنگ ما رو بگیری و اون فرد میره و تو اون محیط و تو اون فرهنگ قرار میگیره. بعضی وقتا این فرهنگ و محیط سر در میاره از جنایت، سر در میاره از اعتیاد و تمام بدبختی هایی که متاسفانه گریبانگیر نسل جوان میشه. چون که یکی از مشکلاتی که نسل جوان تو هر جایی میتونه پیدا بکنه همین مفهوم تلقین پذیری هستش. یعنی این نسل جوان، آدمایی که تو سن معین فرض بکنید 13-14 ساله تا 18-19 ساله هستن، اینا دو تا مشکل بزرگ پیدا میکنن. یکی مشکل طغیانه و مخالفت با همه چیزهایی که بزرگترا میگن، و یکی هم مشکل مقابلشه که مشکل تلقین پذیریه که معمولا از طریق ایجاد گروه های جوانایی که بین خودشون هستن و دست به کارهای خیلی عجیب و غریب خطرناکی میزنن، چه زندگی خودشون رو تباه میکنن، مثل اعتیاد که معمولا به طور جمعی اتفاق میفته، ما بریم و روی اینا دونه دونه انگوش بذاریم و روش مقداری کار بکنیم. از حمایتاتون، سوالاتون تشکر میکنم و امیدوارم که این برنامه رو تغییر بکنید. شب و روز به همه شما خوش باشه. خیلی هم ممنون.